این وضعیت روستاها در دشت آزادگان در غرب استان خوزستان در جنوب غربی ایران. ده ها روستا زیر آب رفتند. مردم ده ها روستای دیگر خانه هایشان را تخلیه کردند. مقام های محلی میگویند شرایط همچنان بحرانی است، اگرچه در شهر سوسنگرد و اطراف آن سطح آب فروکش کرده است. هنوز از خسارات جانی سیل در این منطقه گزارشی منتشر نشده. این دیروز در اطراف سوسنگرد مردم زن و مرد بسیج شدند تا با ایجاد سیل بند از نفوذ آب جلوگیری کنند. اما در بسیاری از نقاط این سیل بند ها نتوانست سدی در مقابل سیل باشد. اینا همه زمین های کشاورزی هستند که زیر آب رفتند. لبریز شدن سد دز و باز کردن دریچه های سد یکی از علل آزاد شدن آب در سطح خوزستان است. آب در سد کرخم به بالاترین سطح رسیده است. خروجی سدهامون رو خصوصا در دز و کرخه داریم بالا میبریم. به زیردست سدها هم هشدار لازم رو دادیم، اگر لازم باشه تخلیه میکنیم. اوضاع کمک رسانی در سه استان جنوب غربی ایران، لرستان، ایلام و خوزستان است که مزید بر علت است، به خصوص در پل دختر. این تصاویر تلویزیون ایران از این شهر امروز، شهری که آب در روزهای اخیر قسمت‌های بزرگی از غرب و شرق آن را گرفت. شهر پل دختر یه سه روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره. تمام زندگیم و خانم و زندگیم و کلن دست دارن، نه خانواده همه، تا کل شهر پل دختر. خواهش میکنم واقعیت ها رو به مسئولین بالا برسونید. ساعت 7 صبح تا الان گسته و تشنه ایم، بچه ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست. بسیاری از خونه ها هستن که اصلا نیاز هست واردشون بشی، شاید یه جنازه ای داخلش باشه. حتی راه ورود به منازل هم الان وجود نداره. حداقل یه دستگاهی بیاد اینجا جلوی منازل تخلیه بکنه که بتونیم وارد منازل بشیم. خیلی از خانه ها اینجا ویران شدند، حدود 500 خانه به گزارش تلویزیون ایران. خیلی ها را هم آب برد. هنوز از تعداد دقیق کشته ها و مفقود شدگان گزارشی نیست. ارتباط با بسیاری از روستاها کاملا قطع است. بیان وضعیت اونیامونه مشاهده بکنه که این مسیر دقیقا 60 متر هر خونه مردم بینه. خیابان به نام خیابان ساحلی و خیابان دکتر آیت در پل دختر وجود نخواهد داشت. مسئولین عالی رتبه کشوری و لشکری رسیدگی بکنن به حال مردم مظلوم حویزه ثانی. مردم پل دختر مردم بدبختی هستند. این مشاهدات فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران از من وحشتناکه. خدا شما دستان آسی هست. من خود تا الان فقط تونستم به یه شکل از دستان در آمیران که اونا هم به ما احترام میکاشتن آمیران که شما پاسدار احترام میکاشتن، ولی به داخل خیلی ناراحتن، خیلی عصبانی هن. مردم وضع بسیار عصبانی دارن. خیلی از مردم منطقه برای کمک رسانی به مردم پل دختر بسیج شدند، با کیسه های غذا، با پای پیاده. راه های ارتباطی خیلی از شهرها و روستاها از میان رفته. شهرها و روستاهایی که تنها حالا از راه هوا قابل دسترسی هستند. امروز 14 فروردین ماه سال 1398 همونجور که مشاهده می کنید راه ارتباطی بین خرم‌آباد و پل دختر کاملا قطع شده. ویدیو یکی از بینندگان بی بی سی، گوشه ای از فاجعه سیل در اکثر نقاط کشور. کسرو نجی، بی بی سی.